روایت های عجیب یکمن ریش در افغانستان مرد در محکمه ی ولایت غزنی به دلیل دراز نبودن ریشش نتوانست شاهدی بدهد سلام بر شما سوم فوریه و برابر با چهاردهم دلو است آنچه در ادامه به خانش میگیریم روایت یک مخاطب سنترال افغانستان از ولایت غزنی است باشنده ی ولایت غزنی که به دلیل مسائل امنیتی از گرفتن نامش خودداری میکنیم روایت دردناکی را رو از محکمه شهری این ولایت قصه می کند. او با تازگی در تماس با سنترال افغانستان می که به خاطر ترتیب یک وسیقه شرعی به محکمه ولایت غزنی رفته بود و از خواسته بود باید پنج شاهد داشته باشد. او میگوید پنج شاهد را آماده کردیم و به محکمه مراجعه نمودیم. رئیس محکمه شهری ولایت غزنی ریش تمام شاهدان را چک کرد. ریش هیچکس باید کمتر از یک قبضه یا چهار ناخون نمی بود. یک از شاهدان ریشش یک قبضه کامل یا چهار ناخون نبود. رئیس محکمه با نگاه بعد به این فرد می گوید برو خود رو مطابق سنت آماده کن باز بیا شهادت بیتی. این باشنده غزنی می گوید رئیس محکمه حتی از اول با آنان رفتار خوب نداشت و این را بهانه ساخته بود. وگرنه تمام شاهدان به اندازه کافی به گفته او ریش داشتند. او میگوید وقتی وارد محکمه شدیم حتی سلام ما را علیک نکرده و رفتار بدی نیز با ما داشتن و اما میگوید چاره جز سکوت و بیرون شدن نداشتن هیچ مرجعی برای شکایت نیست تا به خواستهای مردم رسیدگی کند روایت این هموطن شبیه همان داستان های یک من ده دهه 1990 است که گروه تا در آن زمان نیز در افغانستان حاکم بودند در وصف این حالت و این رفتار این گروه می شود فقط اکتفا کرد بر همان آهنگ معروف استاد داوود سرخوش روزگار داود سرخوش هنرمند خوش صدای افغانستان در یک از ترانه های خود خوانده بود خدا را در دا دالر دادی یک منریش با نکدی روایت این روزهای افغانستان و مردمان این سرزمین نیز همین است شاید برای خیلی ها این اتفاق افتاده باشد بسیاری ها به خاطر کوتاه بودن ریشش در کوچه پس کوچه های کابل حتی با ضرب شلاق و گلوله به زندگیشان پایان داده شد روایت هایی که هرگیز هیچ کسی نتوانست از آن سخن بگوید حتی خانواده های قربانیان برای اینکه دیگر عزیزانشان را از دست ندهند در برابر چنین جنایت ها سکوت کردند و شهیدشان را با دل پر از اندوه و گلوی پر از بغض زیر خاک دفن کردند اما فراموش نکنیم رشماندن یا رش تراشیدن یک عمل شخصی است و در اسلام نیست واجب نبوده بل سنت است اگر ریشت را بتراشی گناه نیست ولی اگر بمانی ثواب دارد این چیزی است که در متون دینی اسلام آماده است گروه تا ما خودشان را مسلمان میگن میگویند که حکم شریعت را تطبیق میکند ولی هنوز فرق بین سنت و واجب را نمیداند این گروه اکثرا خواستهای خودشان را و نام دین و با نام سنت بر مردم افغانستان تحمیل کرده و میکند و اگر کسی در برابر تصمیمات نادرستشان استادگی کند و بگوید این درست نیست بر وی برچسب کافر شدن و منافق بودن زده و حتی ممکن است به زندگیش پایان دهد